سلام و درود خدمت همه عزیزان با یه مبحث دیگه در خصوص سازگری ساز تنبک خدمتون هستیم امروز میخوام در خصوص خود چوب ساز تنبک خدمتون صحبت کنم همچون که قبلا گفتیم یکی از آیتم های خیلی مهم در ساز حرفه نوع چوب هست که در ویدیو قبلی هم خدمتون گفتم چوب ها دو دسته میشن چوب های خوب چوب های بد چگالی چوب یعنی محکم بودن چوب در ساز تنبک خیلی برای ما مهم هست معمولا چوب هایی که محکم تر هستن صدادهی بهتری دارن که توی این دو دسته نام بردیم معمولا مثل چوب هایی که زیاد خوب نیستن کاج، سپیدار، بید اینا چوب های پوکی هستن و معمولا صدادهی خوبی ندارن ولی در دسته سازهای چوب های خوب که برای ساز حرفه استفاده می شود. گردو، ناروند، زبان گنجش، توت، زردالو، زالزالک، گیلاس اینا چوب های بسیار خوبی هستند. باید این مطلبم خدمتتون خدمتون بگم ببینید در دسته سازهای در دسته چوبای خوب اینجوری نیست که بگیم یه چوبی با یه چوب دیگه خیلی خیلی اختلاف صدایی دارن نه وقتی چوب خوب باشه بقیه آیتم های ساز حرفه‌ای هم رعایت بشه صدای خوبی گرفته خواهد شد حالا البته ناگفته نه اون 5 تا در, در البته نظر بنده است 5 تا ده درصدی باز همین چوب ها با هم اختلاف صدایی دارن. ولی به اون مقدار که بگیم این چوب با اون چوب خیلی خیلی فرق داره در دسته سازهای حرفه‌ای نه به این صورت نیست بعد هم این مطلب خیلی خیلی مهم بود برای نوع چوب که بتونیم ساز حرفه‌ای داشته باشیم خشک بودن چوب بود که گفتیم حتما باید چوب 100 درصد خوش باشه حالا چرا میگیم حتما چوب 100 درصد خوش باشه به خاطر این موارد اولین موردی که هست اینکه به مرور زمان و در تغییر فصول که سرما و گرما و میزان رطوبت تغییر میکنه چوب ترک نخوره ببینید عاملی که باعث ترک خوردن چوب میشه پس دادن رطوبت و آبیه که درون خود چوب هست وقتی این آب کامل خشک نشده و خارج نشده چوب از چوب خارج نشده این باعث میشه به مرور زمان در تغییر فصول این آب یه ذره یه ذره پس داده بشه و باعث ترک خوردگی مجدد ساز بعد از مرحله اینکه ساز کاملا ساخته شده بشه برای همین این خیلی خیلی برای سلامت چوب ما مهم هست ما چوبی که صد درصد خوش باشه و یه مدتی حتی تراش نهایی هم خورده باشه نگه داشته باشیم مثلا بعضا دیدیم من توی پیج هم میگم ساز 25 ساله یا 20 ساله اینه که بعضی دوستان فکر میکنن درخت 20 ساله بوده یا تنه 20 سال مونده نه یعنی از زمانی که تراش نهایی خورده کاسه خام تو اصطلاح آماده شده ما این مدت سال کاسر خام نگه داشتیم خب این یعنی نشون میده تو این همه سال تنشای چوب گرفته شده هر اتفاقی میخواسته برای چوب بیفته افتاده دیگه خیالمون راحت هست از این چوب برای همین خیلی خیلی برای ما مهم هست مخصوصا عزیزانی که ساز حرفه‌ای تولید میکنن و ضمانت میدن این نشان میده که از چوبش کاملا مطمئن هست مسئله بعدی خوش بودن این هست که شما وقتی چوبتون 100 درصد خشکه خب آب چوب کامل رفته و قطعا وزن کمتری داره شما الان بعضی سازها ها که میبینید وزن خیلی زیادی دارن بعضا پنج کیلو پنج کیلو خورده ای اینها دلیلش اینست که چوب تراش تر... ما به اصطلاح میگیم ترتراش تراش یعنی هنوز اون مراحل خشکی کامل نگذرونده ولی سری ساز رو آماده کردن و چون ساز کاملا خوش نیست اون جسارت رو به سازنده نمیده که به اون میزان زرافتی که مد نظرش هست یا به اصطلاح میگن گوشت کاسه رو اونقدری که میخواد بگیره چون یعنی از یه حدی بیشتر به احتمال تر... ترکیدن ساز هست برای همین گوشت رو زیاد میذارن پس وزن زیاد یکیش خود عامل وجود آب در ساز هست یکی هم که شما جرئت نمی‌کنی زیاد سازو به تراشی و گوشت ساز زیاد میشه پس این دو تا آیتم خودش آیتم های بدی هست که در ساز حرفه‌ای نباید بشه. این دو تا آیتم با 100 صد درصد خشک شدن چوب از بین میره که برای ما خیلی مهم هست و همونجور که گفتم در آینده هم از چوبمون خیلی مطمئن هستیم که این چوب دیگه ترک نمیخوره و علاوه بر اینها هر چی چوب خوشتر باشه در صدا دهی اون رفلکس های صدا بازگشت های صدا تنین تو اصطلاح میگن تنین صدا خیلی خیلی بیشتر هست یعنی ما میبینیم به راحتی و به سهولت میتونیم یه صدای بسیار مطلوب و خوب از ساز بگیریم برای همین خوش بودن چوب به نظر من یکی از مهمترین فاکتورهای ساز تنبک است گرچه تشخیصش برای عزیزان خیلی سخت است ولی بهترین حالت این هست که حالا اگر خودشون نمیتونن تشخیص بدن از مدرسشون کمک بگیرن اگر این صلاحیت رو داره که تشخیص بده وگر نه سعی کنن از سازنده هایی که مطمئن هستن ارزم به حضورتون سابقه کارشون نشون داده که از شوب درجه یک از شوب کاملا خوش از این متریال ها استفاده میکنن از اینها تهیه کنن که انشالله براشون مشکلی پیش نیاد در ادامه نوع چوب ها میخوام در خصوص سازهای چوب های که سازه کلکسیونی با شما آماده میشه ببینید یک سری چوب ها هستن علاوه بر اینکه چوب خوبی هستن چوب های گرانبها ها و ارزشمندی هستن مثل چوب زردالو مثل چوب زالزالک گلابی اینها چوب هایی هستن که علاوه بر اینکه بسیار کمیاب هستن چون رشد این درخت ها بسیار بسیار کم هست شما یه درخت گلابی یا زردالو بخواد به حدی برسه که قدرش حداقل باید 40 سانت باشه برای تهیه یه ساز بزرگ سال ارزم به حضورتون میبینیم باید 100 150 سال حداقل این درخت رشد کرده باشه سالم بمونه بعد این درخت رو ببریم ارزم به حضورتون معمولا هم بسیار این درخت شیره هستن و ساخت سازه تومبک توشون بسیار سخت است میتونم از سختترین ساسا ساز زردالو رو نام ببرم با اینکه بالاترین کیفیت چوب در صنعت چوب میتونم بگم زردالو هست تموم ویژگی های یک چوب خوب و این چوب داره ولی بسیار ساخت تومبک از این چوب سخت است برای همین اینها علاوه بر اینکه یک ساز حرفه‌ای و ساز خوب هست ارزش کلکسیونی هم دارند برای همین این سازها یه مقدار قیمتشون بالا هست و عزیزان میورن خب چرا اینقدر گرون هست و بعضا بعضیشون میتونم بگم که ساز بینقششون شاید در پونزهتاش تو دنیا نباشه و تا حالا ساخته نشده باشه و توی موزل الانی که چوب اصلا گیر نمیاد این چوبا گیر میاد یا مثلا میتونم زبانگونجه چی براتون مثال بزنم چوب خیلی خوبی هست ولی این درخت مصرف خوراکی نداشته مثل گردو نیست که خب دائما انسان میکاره اینو به خاطر محصولی که میده یک درختی بودی که بابت سایه معمولا هم توی اطراف تهران زیاد بوده کاشته می شده دیگه کاشته نشده و این درخت الان میتونم بگم کاملا تموم شده هر چی بوده بریده شده مصرف شده و الان دیگه موجود نیست برای همین همین قضیه روی قیمت این ساس به شدت تاثیر میذاره چی هر چیزی که در بازار نباشه کم باشه خب طبیعتا روی قیمتش تاثیر میذاره برای همین چوبای کلکسیونی همونجوری که خدمتون گفتم علاوه بر صدا که خودم خیلی روی صدا تاکید دارم واقعا چوب های خوبی هستن عموما چوبهایی که همه دیدن گردو هست توت هست زبان و نارون مثل این چوبها رو میتونم بگم کمتر کسی دیده و خود من چون علاقه خیلی خیلی خاصی به این چوب ها داشتم دنبال این چوب ها خیلی رفتم و ساز هم یه تعداد زیادی نسبت به خود کمیابیشون ساز آماده کردیم و بسیار سازهای ارزنده ای هستن علاوه بر این که صدادهی و کیفیت عالی دارن خب یه چوبی هم هست که خیلی خاص است امیدوارم مطالبی که گفتم به دردتون خورده باشه جواب سوالاتتون رو گرفته باشین تا مبحث دیگر شما رو به خدا میسپارم